دوستان عزیزم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه آخرین روز از برنامه مرورتون هست به تو خسته نباشید میگم ان که برنامه رو به خوبی تا آخرین روز به آخرین لحظه اجرا کرده باشید آزمون آزمون اولگوت یک آزمون کوچولو و ده تستی که فکر میکنم خیلی راحت از پس سوالاش حداقل با اون روش هایی که ما گفتیم بر اومدید ان چند تا سوال شکلی بریم با هم دیگه ها رو شمارش میکنم تا ببینم الگو خطی می یا الگوی درجه دو یه دوتا دارم اولش یه چهار تا و سه تا هفت تا دارم بعدش یه سه تا نه تا و دو تا تا و سه تا چهار ده تا دارم بعدش و الی آیا فاصله بین جملات فاصله ثابتی است دو به هفت میشه پنج هفت به چهارده میشه هفت خیره آیا الگو خطی خیره پس لابد الگو الگو درجه دوه یعنی فاصله ها ثابت نیست فاصله فاصله ها قاعدتا ثابت خواهد بود دوستان من میدونید که ما به جمله سفروم احتیاج داریم جمله صفرم رو دایره فرض میکنم این فاصلهش رو مربع فرض میکنم و این فاصله قطعا دو خواهد شد عقب عقب اکی برمیگردم اینجا دوه پس اینجا سه بوده چی بوده سه تا بیشترش شده دو اینجا منفی یک بوده و الان به راحتی آماده نوشتن جمله عمومی هستیم ضریب به اندو آ، نصف فاصله فاصله ها یعنی نصف دو کمشه یک پس میشه اندو. زریع به این رو فعلا خبر ندارم عدد ثابت هم جمله سفرم همه که میشه منهای یکه حالا بچه های من جمله اول واقعی باید دو بشه یعنی من یک بذارم باید دو بگیرم من یک بذارم این یک میشه با این منهای یکه میره پس اون وسط باید دو شه یعنی اون وسط دو این بوده زریع به اینمون دو بوده که با دادن یک بهش بتونه دو رو برای ما تولید بکنه حالا مجموع نقاط بیستم و نوزدهم یه بار جای 19 و یه بار جای ام میذاریم میخوای یه کاری هم بکنیم برای اینکه جاگذاریمون ساده تر بشه حاجی جان ان دو به اضافه دو ان بعد میز اتحاد مربع بنویسیم این میشه که تعداد دفعات حضور ان به یک بار کاهش پیدا کنه و جاگذاریمون راحت تر باشه این آخرش به اضافه 1 میده برای اینکه منهای یک بشه دو تا هم ازش شم میکنم حالا تعداد نقاط شکل 19 هم. یه بار جای 19 میذارم میشه 20 به توان دو منهای دو مرحله 20 جای n20 میذانم میشه 21 به توان 2 منهای 2 دو جمع این دوتا رو از همون میخواد خب این میشه 400 این میشه 441 با هم دیگه میشن 841 دو تا دو تا 4 تا ازش کم میشه 841 کم 4 تا ازش کم میشه طبیعتا میشه 837 و گزینه چهار درست خواهد شد بریم بعدی شکل پانزدهم دوباره تعداد نقاط رو از همون سوال کرده میشمریم یه تا داریم دفعه بعدی دو چهار تا هشتا وسط دو تا بالا دو تا پایین یه دوازده تا دا داریم شکل بعدی سه ردیف پنجتایی دارم پونزه تا با شش تا میشه بیست و یکی و الاخر حاجی جان آیا فاصله ها فاصله ثابت است خیر آیا الگو الگو خطی است خیر پس لابد الگو الگو درجه دوه لابد فاصله فاصله ها فاصله ثابتی خواهد بوده اینم جمله سفرم اینم فاصلش خب آقا این هم که دوباره باید دو بشه چی بوده دو تا بیشتر شده هفت طبیعتا پنج چی بوده پنج تا بیشتر شده پنج طبیعتا صفر پس جمله عمومیمون ضریب ان دو نصف فاصله فاصله ها دوباره نصف دو میشه یک اندو خالی خواهد شد عدد ثابت آخرمون هم صفر هیچی حالا ذریب اینو فقط جوری باید بچینم که جمله اول رسمیم پنج بشه یعنی یک بدم واقعا پنج بده بچه یک بدم این یک یه چهار احتیاج دارم پس اندوی به اضافه چهار این جمله عمومی بوده چی میخواد ازم تعداد شکل پانزدهم رو جای اینم پونزه میذارم یه دیویس بیست اینجا میشه یه تا اینجا میشه با هم دیگه میشه دیویس و هشتاد و پنج و گزینه دو درست خواهد بود هر دو سوال اولی که براتون گذاشته بودیم فعلا الگو الگو درجه دو بود هنوز الگو خطی ندیدیم بریم ببینیم سوال سه چگونه است آقا دو تا الگو تو این مسئله اومده یکی راجع به تعداد شکل‌های رنگی یکی راجع به تعداد شکل‌های کل گفته رنگی نه نوزدهم کل باشه در کدام مرحله نه نوزدهم از شکل رنگیست یعنی شما یکی احتیاج به رنگی ها داری یکی احتیاج به کلا داری خب رنگی ها رو بشورم یک دو سه آیا فاصله ها ثابت بله یکه آیا الگو خطی بله بیا رو هوا میگیم ان دیگه ها دیگه بازی ها رو نمیخواد خب کل رو بشمریم کل اولش یه سه تاست دفعه بعدی یه پنج تاست دفعه بعدی یه هفت آیا فاصله ها ثابته بازم بله آیا الگو خطیه بازم بله این دفعه دو همین فاصله میشه ذریبه حالا جمله اول واقعی میخواد سه شه یک بدن باید سه شه پس دو به اضافه یک بوده حالا تر را از من خواسته نسبت این به این باشه نه نو. نوزدهم فکر کنم همون چشمی هم معلومه که نه بوده دیگه ها نه بوده پایین هم دو نوتا اجده تا و یکی نوزده تا در مرحله نهم یعنی در گزینه سه این اتفاق خواهد افتاد اتفاقا سوال چهارم هم دوباره همین بود یعنی باز دو تا الگو بود و خوشبختانه جو الگو هم خطی بودن حالا میخوایم انجامش میدیم آقا یکی راج تعداد رو گفته. یکی راجع به تعداد ازلا گفته با من باشید بچه من حاجی جان روسه. یه سه تا یه همون سه تاست دو تا اضافه شده پنج تا این تا اینجاش همون پنج تاست دو تا دیگه اضافه شده هفت تا پس آیا فاصله ها ثابته؟ بله آیا الگو خطیه؟ بله پس دو اینه چون یک بدم باید ته بگیرم دو اینه به اضافه یک بوده بریم سراغ تعداد ازلا دفعه اول سه تا دفعه بعدی همون سه تا سر جاش یک دو سه چهار تا بهش اضافه شده میشه تا دفعه بعدی این هفتا رو تا اینجا شمرده بودم یک دو سه چهار تا بهش اضافه شده یازده تا اصلا همین چهار تا اضافه شدنه معلومه الگو خطی و با قدر نسبت چهار داری داریم میبینیم پس میشود چهار اینه بچه من یک بدم باید سه بگیرم پس این دفعه یه دونه باید ازش کم شه حالا سوال اون موقعی که تعداد رأس ها 23 این 23 تعداد ازلا چقده اینو 23 میذاری ان در میاد چوبر مرحله در میاد چوبر مرحله رو می‌ذاری تو پایینی تعداد ازلا در میاد آقا جان این یکی به ور دو ان میشه 52 ان میشه 26 پس n26 رو اینجا قرار میدم 4 تا 26 خب تا خب 4 تا 25 تا میشه 100 تا 4 تا یکی 4 تا هم روش میشه 104 تا یه دونه کم میشه میشه 103 تا 103 جواب تستمون گزینه 4 درسته تقریبا میشه گفت آخرین سوال این مدلیمون الان به تو میگم چرا ممکنه بگی آقا پن... اه... شیش و هفتم شکلیه و... ولی من دارم میگم آخرین سوال این مدلیمون الان میفهمی چرا حاجی جان باز راجع به دو تا الگو صحبت کرده کاشی سفید کاشی تیره خب یه بار سیفیدا رو میشمریم یه بار تیره ها رو میشمریم آقا سیفیدا یه دو تا یه چهار تا یه شش تا اصلا دیگه خیلی دو چهار شیش الاخر آیا فاصله ها ثابت است بله آیا الگو خطی است بله حتما دو ان داشته چون یک بدم باید دو بگیرم پس عدد ثابت هم هم صفر یعنی همونه همون دو انه خب الگوی کاشی های تیره رو بریم ما هم دیگه اینجا بچه های من یه شیش داست حاجی جان دفعه بعدی سه تا و سه تا شیش تا دو تا وسط یه هشت داست دفعه بعدی چارتا و چارتا هشت و دو تا وسط یه ده تاست و الاخر آیا فاصله ها ثابت است بازم بله آیا الگو خطی است بازم بله دو اینه به اضافه یه حاجی یک بدیم باید شیش بده پس دو اینه به اضافه چهار بوده سوال چی پرسیده حالا؟ میگه آقا این تعداد کاشی های سفیده یه این تعداد کاشی های تیره بچه تیه بیست و چهار یعنی چی؟ معنیش جمله 24 ام کاشی های تیره نیستا. T_n n کی بود تعداد کاشی های سفید باحال پرسیدیم. سوال چیزی نداره فقط باحال پرسیدیم. یعنی تعداد کاشی های سیاه T_n در مرحله ای که تعداد کاشی های سفید انتاست یعنی گوش کن 24 میشه تعداد کاشی های سیاه اون موقعی که تعداد کاشی های سفید 24 تا است گرفتی یا نه یه بار دیگه تی 24 میشه تعداد کاشی های تیره نه تو مرحله 24 رو تو مرحله ای که تعداد کاشی های سفید 24 تاست یعنی من تعداد کاشی های سفید رو مساوی 24 قرار میدم تازه شماره مرحله در میاد دوازده اینجا اینو میدم دوازده میشه 24 و 4 28 گزینه 4 درسته اون موقعی که تعداد کاشی های سفید 24 تا است تعداد کاشی های سیاه چند تاست؟ میگه 28 تاست خیلی خوب آقا 6 و 7 چرا گفتم که متفاوت از اونا؟ بچه چون این دفعه جمله عمومی تو گزینه ها اومده تو جزوه هم دیدین خب اینجا موقع آدم عدد میذاره دیگه اصلا برای چی بریم پیدا کنیم؟ اصلا برای چی بریم اون لوگو پیدا کنیم بابا جان مرحله اول مگه هفته نیست اون نوشته یعنی گزینه ای درسته اینو یک بدی به هفت بده خب چه کن برای چی اصلا بریم بنویسیم آقا یک بدم باید هفت بده خب این میده اینم چهار و سه هفت میده اینم یک بدیم نوه منهای دو هفت میده اینم یک بدیم چهار چهارو پنج و دو این هم هم میده هر چهار تا گزینه درسته دومی رو چک کنیم مرحله دوم باید 15 تا بده بشماری هم 15 تا ساله ما هم برات نوشتیم گزینه درسته این رو دو بدی 15 بده این رو دو بدی جواب 15 بده حاجی جان این رو دو بدم این میشه 22 غلط این و2 بدم میشه 9 و 3 12 غلط این و دو بدم چهار به توان دو شونزده منهای دو چهارده غلط خوب از چرا؟ چون این و دو بدم این میشه نو این میشه چهار این میشه دو بله نو و چهار سیزده و دو میشه پونزده تمام شد گزینه چهاره بعدی هم همینه بعدی هم همینه مثلا مرحله اول یه دونه است آقا اینو 1 یک بدم باید یک بده خب بیا اینو یک بده یک بده این غلطه میده یک بدم دو میده یک بدم این دفعه که ما اولی شد تنها که یک بدم آقا گزینه ای که اینو یک بدم جواب یک بده خدا بده بگ حاجی من تو هم از اینایی ببین که خودش جمله میده ثابت تر میده میگه آقا این دنباله دادتش یک دنباله خطی است آقا حاجی جان به ظاهر این ان دو داره و درجه دوه میگه خطیه پس یعنی باید مرتبش بکنم یه کاری کنم ضریب اندوش شه اندوه بپره که بتونه خطی باشه دیگه اینو شروع میکنم باز کردن حاجی جان این بازشه یه دو آن اند میده یه چهار آ اندو میده خالقا اینو باز کنم یه سی و شیش اندو میده یه دوازده اند میده یه یک میده حالا مرتبش میکنم یه چهار آ اندو از این منهای سی و شیش اندو از این میشه چهار آی منهای سی و شیش دریب خب پس این دوتا رو نوشتم بریم سراغ ضریب ان یه دعا آن منهای دوازده ان دو آن منهای دوازده ان میشه دعا منهای دوازده زب در ان عدد ثابتم اینکه هیچی این منها پشت شاتور خود یادمون نره یه منهای یک یه مثبت هفتم آخرش میشه به اضافه شیش بچه من مایی نیست این درجه دو باشه پس ببخشید خطی باشه پس اصلا اندو نباید داشته باشه راحل اینه که ذریبش صفر باشه چهار ها میشه سی و شیش آ در میاد نو تو ادامهش آی نو رو جاگذاری کنی اینکه رفته میمونه شیش اینه به اضافه شیش خب اوکی الگو خطیمون در اومد حالا یه الگو خطی دیگه هم داده بیان منهای دو باش بین بی من منهای دو هم یکی دیگه میگه که جمله دهم این برابر سی هفت جمله هفتم اون اولی است حاجی دهم ده این با هفتم این برابر اگه ناراحت نمیشین اون دنبال اولیه که روش کردیم سی هفت یعنی جمله هفتمش مثل جمله دهم این دنبال جدیده میونه خود شد دیگه آقا جمله هفتم اینجا هفت بدیم میشه چلا تا. اینجا ده بدیم میشه ده بی منهای دو اینم باید باشه چلا تا ده بی بوده پنجا بی بوده پنجا چی میخواد ای به اضافه بی خود شد دیگه ایه که هم اولش بده کردم نه بی هم که پنج پس ای اضافه گزینه یک درسته بریم این دفعه میگه جمله چندم این دوتا مشترکه بچه یعنی این دوتا هم مساوی شد ها مثلا فرض کنیم مثلا چونم جمع... از غذا مثلا جمله پنجم این با جمله پنجم این از غذا با هم مساوی میشن یعنی میگه این دوتا رو برو مصابی قرار بده این مصابی انگار که تلاقی دوتا تاور میخوای به دست بیری حالا بچا عملا یه معادله است میشه طرفین وسطین این کرد وسط انو این پیدا کرد کاری هم نداره که معادله درجه دو میشه ولی طبق اصولمون چون جوابش تو گزینه است میشم استو زد و از تو گزینه انداخت من با استو حلش میکنم چرا که نه از تو گزینه شروع میکنم جاگذاری اولا آسون شروع کنیم ده رو میندازم اینو ده بندازی میشه سه چارم ده 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 ده, ده. اینو میکنه سه چهارم اینو ده بندازم میشه نه بالا بیست دوازده پایین خواهم همین هم هست گزینه چار درست تام شد پس جمله مشترک دوتا دنباله مثل نقطه مشترک دوتا تابه تلاقی دوتا تابه مساوی هم پس معادله است پس از تو پس خدا بده برکت تست آخر این دفعه بچه سوال ده این همون سوال شکلی هست. ولی زحمتمون رو کم کرده یعنی به جای که شکل بده شما بشموری معلوم شه مثلا الگو درجه دو خودش بدبخت دوده دیگه هاشی خودشم گفته درجه دوه پس ببین یه نه تا و یه سیزده فاصله یه فاصله ها میشه چهار تا همه دیگه میدونی جمله سفر رو من میخوایم اینم اینجوری اینم که دوباره باید بشه چهار تا چی بوده چی بوده چهار تا بیشترش نه شده پنج چی بوده پنج تا بیشترش یک شده اینجاش قشنگه منفی چهار تموم شد جمله عمومی نصف فاصله فاصله ها دوه نصف چهار میشه دو ان دو به اضافه ضریب نوولش کن عدد ثابت هم منهای چهاره پس سی آخر هم منفی چهار بوده خب وسط رو پیدا کنیم ضریب این رو پیدا کنیم آقا جمله واقعی اول یک یعنی من یک بدم واقعا باید یک بگیرم حاجی یک بدی این دو میشه این منهای چهاره پس میشه منهای دو پس چون یک میخواد بشه سه تا باید بذارم روش این بوده اینه که یک بدم یک میشه جمله اومی در اومد حالا جمله هفته میخواد باش به جای میذاریم هفت دیگه یعنی حرفا رو نداری که جای این هفت میذاریم میشه دو تا چل و تا نود و تا به اضافه سه هفت تا بیست و یکی منهای چهار تا خب بیست و یک منهای چهار میشه هیبوده یا یک کار بالتر من باشم نود و هشت و منهای چهار میکنم میشه نود و چهار حالا رو با هم جمع میکنم و ده نزنه بالا میشه صد و پونزه گرفتی اینم میز کاری های محاسباتی ها بریم مثلا این دوتا رو با هم جمع میکردین هم نه میشد دیدم داره میزنه بالا گفتم از این دوتا رو اول اصلا کم بکنم همین مهم نیست صد و پونزه و گزینه سه درسته امیدوارم که لذت برده باشید از آزمون های این تقریبا 20 روز و یک ماهی که براتون گذاشته بودیم استفاده کامل رو کرده باشید ایشالله نه عین این برنامه باز هر برنامه متناسب با خودش در ایام عید برنامه مرور نوروزی که داریم هم با همین شدت و با همین کیفیت حداقل من کارم رو براتون انجام میدم امیدوارم که خودتون هم پیگیر کار خودتون باشید موضوع خودتون باشید و خدا نگهدار